درود و شامتان شاد گفتگوی زنده آخر خط را با من رشاد زریر از نور بیننده استید کابل و اسلام آباد دو جسمی به هم پیوسته و دو روحی از هم خسته آیا انگلیس که با درد دیرینه دو کشور آشناست بمبست روابط را خواهد شکست؟ افغانستان و پاکستان دو کشوری که در تاریخ روابطشان تا هنوز ثبات و یک رنگی را ثبت نکردند از بسته شدن پرونده نشست چهار جانبه به این سو پیوند میان دو کشور نه تنها همواره تیره بل سردی روزافزون داشته است در همین حال یکی از رویدادهای تکراری و تنشزا در روابط دو کشور که در گیری های مرزی است و تازگی در مربوطات اسپینبولدک کمدهار افغانستان و ساحانوی چمن پاکستان یک کشته و دو زخمی از نیروهای سرحدی ما بر جای گذاشته است. در همین حال ما گذشته از بیبرایندی تمامی تلاش های یکونیم ده برای بهبود و یک رنگ سازی روابط کابل و اسلام آباد اکنون تلاش های جهانی برای باساخت این پیوند و کاهش تنش ها میان پاکستان و افغانستان آغاز شدند. که راه افتادن بریتانیا در جاده پادرمیانی بین دو کشور از نمونه های آن است. دومینیک جرمی فرستاده انگلیس در افغانستان هفته ای گذشته از سفر به پاکستان و دیدار و گفتگوهای با بلند پایترین مقام های آن کشور داشته است که به زمی آقای جرمی سفیر بریتانیا در افغانستان و عمر زاخلبال سفیر افغانستان در پاکستان نتایج خوشبین کننده اند. پس پسایات تنها تندبادهای مرزی است که همواره روابط دو کشور را سرما زده می کند؟ با این محوریت بحث را آغاز می کنیم با حضور آقایان توریاله غیاسی آگاه سیاسی و عبدالشکور سالنگی آگاه روابط بین الملل. خوش آمدید. آقای سالنگی، با نگاه تحلیلی و حرفه‌ای تر و کنش ها و واکنش های دو کشور پاکستان و افغانستان تای تا چند ماه اخیر به یکدیگرشان دیگرشان به لحاظ دیپلماسی چه تعریفی میشه روابط کنونی دو کشور را کرد؟ آیا میشه گفت خصمانه است؟ پارتنش است؟ محتاطانه است؟ چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما جناب آقای ساک بینگان محترم تلویزیون نور البته بس بر روابط خارجی افغانستان یا در کل تعامل افغانستان و پاکستان خیلی ساده نیست که ما به با یک بارگی بیم یک حکم کلی ساده کنیم که خب روابط در چی سطح هست چون معمولا روابط کشورها یا بروندادهای سیاست خارجی کشورها که در قبال یکی دیگه اتخاذ میکنند در چند در چهار معلفه اساسی قابل بررسی است. اولی که سهمگیری های دو تا کشور در روابطشان نسبت به یکی دیگه چگونه است سمگیری ها که میگیم اما استراتژی کلانی که میگن در نو روابط یک کشور با کشورهای دیگه حاکم است بیشتر اشاره به او داره بعدش نقش های ملی که کشورها در نظر دارن یعنی با توجه به همسایگی که دارن در یک منطقه و در کل منطقه چه نقش را برای خودشان تعریف میکنن همینطور اهداف ملی که اینا دارن در پس از این نقش ها و اعمالی را که انجام میتن و اون که مشاهده میشه در قالب چهار تا مؤلفه اساسی اگر ما بخوایم روابط خارجی سیاست افغانستان رابط خارجی افغانستان با پاکستان یا روابط تا کشور را بخوایم بررسی بکنیم تقریبا ما سمتگیری مش بسیار مشخصی در مورد پاکستان نداریم اولا که ما یک ایستار بسیار خرابی در مورد پاکستان داریم چی در سطح رهبران افغانستان و چی در سطح عوام افغانستان چی در سطح نخبگان و چی در سطح مردم عادی ایستارهایی که ما نسبت به پاکستان داریم ایستارها خیلی خصمانه هستند خیلی ایستارها هم با تنش هم با ستیزش و حتی برای اساس است که ما یا پاکستان در صدر نابودی یکی دیگه هستیم با این نگاه اگر ما بخویم سندگیری سیاست خارجی افغانستان نسبت به پاکستان بررسی بکنیم تا حدودی ما نسبت به پاکستان دیدگاه خصمانه داریم یعنی ما احساس میکنیم که پاکستان یک خاری است یک خار کلانی است که در بغل ما قرار داره و هر لحظه در بغل ما میخلب و ما از او رنج میبریم این البته ایستوری است که ما نسبت به پاکستان داریم انتظار آنچه که در ذهنیت ما به عنوان کلیت به نام پاکستان شکل گرفته همینطور یک مسئله ما هیچ نخواستیم ما هیچ نخواستیم که دیدگاه ما را نسبت به پاکستان عوض بکنیم در نقشه هم که ما داریم ما تصور میکنیم که افغانستان یک کشور کاملا مستقل هست و نباید تحت تاثیر سیاست های خارجی کشورهای دیگه باشه در حالی که از, از لحاظ منطق رابط بینالی کشورها معمولا در استراتژی های کلانشان که اینا به دنبال خود نقش های از اینا را داره باید اینا توانایی ها و ضعف های خود را در نظر بگیرن ما در چه سطوی توانا هستیم در چه با، مباحث میتونیم بالای پاکستان اعمال فشار بکنیم و پاکستان وادار و تمکین بکنیم و در کدام بخش ها ما دوچار ضعف هستیم که باید حداقل جانب پاکستان یا حرف پاکستان مراد بکنیم و بشنویم یعنی <applause> <يعني بنابی> به <عرفشنوی تصفيق> باشیم در آن طرف چگونه است تعریف ها در میان اقشار گوناگون مردم پاکستان و حتی دولتش به افغانستان چی پاکستان البته در کشورهای مانند افغانستان و پاکستان که معمولا کشورهای تقریبا برشان میشه گفت که البته چیزی که در گذشته جهان سوی میگفتن و حالا میشه گفت که کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه هستند معمولا سیاست خارجی در این کشورها که در قبال سایر کشورها اتخاذ میشه اینا خیلی یک دست خیلی علمی خیلی چیده شده و خیلی منطقی نیست بناوی استارهای رهبران گرایشات رهبران اواتف رهبران احساسات رهبران مستقیما تحصیل دره بالای مردم عوام وای به عنوان یک آینه منعکس میسازه را سیاست خارجی کشورهای را مشکلی که در افغانستان وجود داره دقیقاً چینی مشکلی در پاکستان هم وجود داره اما با این تفاوت که در پاکستان دولت پاکستان <تصفح> که البته در افغانستان باز هم يرد تفکیک میکنن میگن در پاکستان دو نه دولت وجود داره یکی دولت ملکی است که خیلی خوب است های خوبی در اونجا وجود دارن یکی دولت نظامی است که استخبارات است که اینا اصلا بلا هستند مردمان خوبی در در رس از اونها و همواره در پای نابودی ما هستند این بازم نگاه دو دسته ما نسبت به پاکستان داریم که تاثیر داره بالای نوع سیاست خارجی که ما در مورد پاکستان تقاضا میکنیم اما پاکستانی ها مردم پاکستان کمتر دیدگاهشان در مورد افغانستان منفی گرایانه و ستیزش گونه است بیشتر مردم پاکستان متمایل به این که افغانستانی رو در کنار خود داشته باشه به عنوان یک کشور مسلمان و یک کشور دوست و یک کشور همسایه البته در طول سه چهار دهه که پاکستان زیادتر شکل گرفته بود و در افغانستان تعاملات بسیار شدیدی وجود داشت متمرکز بود مثلا حضور شوروی در اینجا بود بعد از او جنگ های داخلی بود بعد از او طالبان بود و حالا امریکا است اینا کلشان بر گرایشات و بر ایستارهای مردم پاکستان هم تاثیر گذاشته که افغانستان یک کشور بسیار مزاحم سربار و اصلا کشور نیست یک منطقه است که همواره پاکستان از نوعی از او آسیب میبینه حتی بعضی توریسمی که وجود داره در پاکستان اگر شما از ادبای پاکستانی پرسان بکنید میگه این توریسم در افغانستان ریشه داره و ما از نایی از اینو آسیب میبینیم انفجاراتی که در پاکستان صورت میگیره دولت کوشش میکنه که به نوع جهاد بده با اقداماتی که در کابل انجام میشه در علیه پاکستان در حالی که مردم پاکستان کمتر میخوان زیر فشار نو جامعه پذیری که دولت میخواد بر مردم تعمیل کنه نسبت به افغانستان قرار بگیرن اما در افغانستان چنین چیزی نیست در افغانستان تقریبا مردم به صورت یک و صد تحت تاثیر سخنان رهبران و نخبگان سیاسی هستند که رهبران و نخبگان سیاسی هم برداشت و نیستارشان نسبت به پا پاکستان و برداشت منطقی و درست نمیتونه باشه بیشتر گرایشات شخصی خودشان است و آمال و آرزوهای به اصطلاح قوم یا قومداران در بس موارد و شخصی خود رهبران است که اینا به نوی شکل میتا افکار عامه ما را در, در, مقابل پاکستان و دولت افغانستان هم با توجه به همی افکار عامه یعنی با رجوع به همی افکار عامه که سیاست خارجی در خود در مورد پاکستان شکل میته و این نتیجه است که ما درک درستی در سیاست خارجی خود یا رفتار درستی در سیاست خود نسبت به پاکستان نداریم و این هر لحظه کم و زیاد میشه و پس و پیش میشه خیلی بندی کنیم برعکس پاکستان یا هم دستگاه دیپلماسی پاکستان یک سیاست منطقی نسبت به افغانستان داره در مقایسه با سیاست ما نسبت به اونا ببینید پاکستان نه تنها در مورد افغانستان که در تمام ابعاد سیاست خارجی خودش رفتار و سیاست منطقی داشت که تا... منطقی دوگان... که وقتی میگیم... هم دوگانگی هست. ما وقتی که منطقی میگیم در علم روابط بین باید تعریف از منطقی داشته باشیم که چی چیزی رو منطقی میگیم منطقی معمولا او روابط یا او رفتار را میگه او نو سیاست را میگه که اینا منافع مادی در پی داشته باشن پاکستان از نوع عمل کردش یا نوع روی کرد سیاست خارجی خودش منافع مادی حاصل بکنه دست. یعنی پاکستان تونست حتی خود هستهی بسازه با توجه به این رفتاری که نسبت به جهان اسلام نسبت به قدرت کلان در گذشته داره و امروزه هم پاکستان خوب میفهمه که چطور با, با افغانستان بازی بکنه چطور با هند بازی بکنه چطور با روسیه بازی بکنه چطور با چین بازی بکنه و حتی چطور با امریکا بازی بکنه که ترامپ آدمی مثل ترامپ در رس شد. پس رفتار منطقی پاکستان که معطوف به منافع ملیش است همواره وجود داشته و این رفتار در مورد افغانستان نسبت به خیلی از کشورهای دیگر بیشتر است خیلی سپاس حال یاسی شما هم همسو هستید بدی اگر ارزیابی داشته باشید که واقعا روی کرد و بینش رهبران ما که حتی به مردم ما هم تاثیر میگذاره این بینش و نگرش ها قوم محورانه و حتی فرد محورانه است نسبت به پاکستان برام خدا و سلام خوبی بینندگان نگان عزیز آقای سالنگی شما و همکارانتان خب عوامل مختلف است که از سالیان متمادی حالا از آغاز از روز نخستین روزایی که پاکستان به عنوان یک کشور عرض وجود میکرد دیدگاه های متفاوتی وجود داره که ما پاکستان امروز در برابر خود یاد مقابل خود داریم در واقع از آغاز تا به امروز ما یک عنصر به نام خط دیورن و یک چیز دیگه و یک پدیده دیگه به نام پشتونستان در سیاست خارجی افغانستان شما میبینین که همواره التهابی بودن از این دو مسئله در سیاست خارجی یا افق دید سیاست مداران افغانستان که زیر تاثیر آلا هوایی امو زمان قرار میگیره و به تدریج این سیاست ها ادامه پیدا میکنه که تا به امروز که رنگ قومی را به مطور که پیشتر آی سالنگی شرکت به خود میگیره مسائل ملی را گاهی تبدیل میشه به یک هویت ملی به یک ارزش ملی به یک مسئله حاکمیت روی سرزمین های غصب شده این سیاست است که همیشه قضایایی را که تا به امروز دیدیم اشتباهی که از روز اول میشه و هیچ کس ای اشتباع را تصحیح ما همیشه منفعل هستیم در قضایه ما پاکستان یعنی انفعالی برخورد می ما از یک, از یک شم از گرمی یک شم از نور یک شم بسیار گرم میشیم و سردی یک بسیار به در فضای سیاست باز دوباره سرد میشیم روابط ما از یک نقطه آغاز نشده به هر پاکستانی ها همیشه به اساس یک طرح استراتژی یا دکتورین نظامیشان در منطقه و در سیاست خارجیشان در قبال مسائل افغانستان و منافع کشور خودشان و منافعشان با دنیا گام برمیدارند. میدارن در شک نیست اما او سیاست و او استراتژی در حکومت ها کمتر تغییر پیدا میکنه یعنی اصول سیاست خارجی پاکستان سالهاست که بر یک مهوریت متد... مت... تداوم داره در قبال افغانستان است. و منافع افغانستان تنها گاه گاهی با تاکتیکای این متغیرهای را در سیاست خارجیشان شما بینید که میشه فکر بشه می که فلان اگر آمد فلان جنیان سیاسی اگر قدرت گرفت شاید یک کمی تغییر بیاید اما اوتور نیست یعنی بی... شما نوساناتی که در روابط پاکستان افغانستان هست را به پای عدم ثبات در روی های افغانستانی ها تلقی یقینا ما, ما نداریم ما, ما معادل پاکستان یک روی کرد سیاسی دست. نسبت به قضایه های منطقه منطقهی خود نداریم خصوصا با پاکستان ما انگیزه های مختلف است که سیاست ما را شکل میده مثلا ما بدون از که مراجعه بکنیم به تجارب تاریخی ما در روابط ما با پاکستان فورا تصمیم میگیریم که شاید تمام او گذشته غلط بوده در محور شخص و نگاه های شخصی نسبت به مسئله پاکستان برمیگشته ما حکومت تازه تصمیم میگیره که تا تا جای غیر متعارف در روابط دیپلماتیک پیش بره و بسیار صمیمانه نشان بده که من طرفدار بهبود روابط هستم عادی شدن روابط هستم با پاکستان و که دیدیم رئیس جمهور غنی تا کجا پیش رفت بله. بدون از یک گذشته ها را مد نظر داشته باشه و یک نوع اصل نیت نشان دادن بود گرچه غلط از آب درآمد اما به عنوان یک اصل نیت در, در رابطه در در ای در رابطه به اینکه که افغانستان می خواهد با پاکستان عادی بسازه و مناسبات خود به مثلا تغییر بده و جایگاه های ای تنش ها را جایشان عوض بکنه و منافع مشترک مشروع خود ما دنبال بکنیم این میتونه دو راستا قابل تعریف باشه اما متاسفانه امید شد سر شما آقای ببینن... اونجا اون طرف پاکستان است که استراد با, اساس او نظامی خود پیش میره احساسات غلبه نمیکنه روی پاکستان مثلا زخم روش... زبان که آقای غنی از تریپون هند به پاکستان زد شما آل... ناشی از احساسات عرض من که این دو تفاوت به اصطلاح سیاست گذاری را نشان میده گونا چقدر بتر... میدون هیچ هیچ این پدیده اونا را به اصطلاح ایجانی نمی سازه نورمال و به صورت عادی دنبال منافعشان هستند در منطقه در تمام بازی ها شرکت میکنند به عنوان یک کشور که خودش تولید کننده تروریسم است همزمان در پکت داخل میشه یا در پیمان داخل میشه که مبارزه با ضد و افراطی گرایی را در منطقه بیرقش بلند, 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 بلند. میکنن و پولی را که از اونا به خاطر به منظور سرکوب تروریسم میگیره برای تقویت تروریسم در واقع مصرف میکنه و این قدرت مانور یک کشور نشان میده در روابط بین المللی و حضورش و و تاثیرگذاریش در روابط بین المللی در مناسبات بین المللی نشان میده که پاکستان از این جایگاه برخوردار است ما متاسفانه از اون جایگاه برخوردار نیستیم ما نمیتونیم مناسبات داخلی و ملی خود ما را به منازعات ها و منازعات داخلی خود ما نقطه پایان بگذاریم و کشور از این وضعیت نجات بدیم ما درگیر کشمکش های میان بیان ساختاری خود ما هستیم که بدترین به اصطلاح تخریب یا, تخلیب یا چیز درون ساختاری هست چی بگویم یک قسم یک یک اصطلاح خاص است که او بسیار خطرناک می باشه یعنی شما فکر میکنید کشمکش های درون ساختاری کشمکش در ساختاری اما در قبال پاکستان آنگونه که آقای سالنگی باورشان این هست که تقریبا همگانی ما روی کردمان همسکو است و تقریبا خم است نسبت به پاکستان شما تایید میکنید یا فکر میکنید که نسبت به پاکستان دیدگاه های حتی رهبران ما هم متفاوت هست نه خیر ما تا جایی که فکر میکنم خیلی از رهبران سیاسی افغانستان درست است که یک آمدن چون با امور روی کرده قومی و نجادی به مسئله نگاه کردند و ابزار سیاست های کلان منطقه از جمله یک زمان در, در, فضای جنگ سرد مسئله که بسیار مهم بود برایش برای اتحاد شوروی سابق خط مسئله دیورند بود و منازعه روی مسئله دیورند و آزادی و استقلال پشتونستان مستقل بود که فشار وارد بکنه بر مخالفینش در, در جنوب آسیا جمله پاکستان و حکومت های گذشته افغانستان در این راستا قرار گرفتن اما بعد از او شما میبینین که دولت اسلامی افغانستان بعد از سال 71 به وجود میایه این میخواه که نوی نگاه خود نسبت به قضیه تغییر بده دیگه ابزار سیاست, خار... سیاست جنگ سرد در منطقه نیست میخواه که 好在。 وارد مذاکره و گفتگو شد و با با او پیشینه این رابطه خوب و حسنی که در دوران جهاد به مردم افغانستان پاکستانیا داشتند نه حکومت حکومت او وقت هم اهداف خاص سیاسی خود در منطقه و سر قضیه افغانستان دنبال میکرد اما بحیث یک شناختی که وجود داشت دولت اسلامی در وقت تلاش کرد که این روی به او سیاست تغییر بده و متاسفانه او وقتی پیام یک پیام درست شنیده شد و برعکس جنگ های دیگه از آدرس پاکستان به افغانستان تحمیل شد که تا به امروز ادامه داره ما میخوایم این را بگوییم که ما پاکستان اما روی کردهای سیاسی افغانستان به اصطلاح عکس عملی است عکس العمل در برابر سیاست های پاکستان است یعنی اگر بارها گفته شده از طرف رهبران بزرگ افغانستان مثل مسعود مثل ربانی مثل شهدای دیگه که حالا در میان ما نیستند اینا همیشه گفتن که تا زمانی که پاکستان نوع نگاهش به قضای افغانستان تغییر نده سیاستایش تغییر نده و هیچ تغییر مثبتی در روابط افغانستان و پاکستان دیده نمیشه پاکستان بالاتر از دوستی رابطه دو کشور میخواهد بالاتر یعنی چیز چیزی خلا... چیز غیر متعارف می خواهد در میان ب... ب... بین دو کشور باشه همونطوری که در وقت جهاد آ... آ... ما شاید بودیم که کنفدریشن پاکستان و افغانستان مطرح کرد که آقای مطیار به این کنفدریشن به این طرح لبیک گفته بودند در وقت اما جریان های دیگه سیاسی جهادی در وقت مخالفت کردند خیلی سپاس آقای سالنگی هر چند وقت بحث خواست پاکستان یا مشکل پاکستان با افغانستان مطرح میشه هم برای بر دلایل و عوامل از سوی کارشناسا حالا این نزدیکی هند و افغانستان مطرح میشه و عمق استراتژی پاکستان که گویا دیدگاهی را که آقای قیاسی مطرح کردن که فراتر از روابط بین دو دولت باید داشته باشند افغانستان و پاکستان و پاکستان میخواه که دولت دست نشانده داشته باشه و چون این چیزهایی و بحث سیومش هم که برجسته ترینش هست جیوپالیتیک افغانستان و پاکستان است و همین بحث مشکلات مرزی و جغرافیایی به بحث دورند حالا بیت یک نگاهی بکنید به این تکرار شدن این مسئله تنشزای درگیری های مرزی که در ننگرهار داریم در کنر داریم حالا در کندهار داریم خب ترخم مسئلهش هر از گاهی برجسته میشه حالا به نظر شما با توجه به تغییرات و تحولات اخیر حالا پاکستان چیزی که به عنوان اولویتش میخواه از افغانستان چی است؟ ببینید ما چند چیز روشن بسازم که اولی که ما وقتی میگیم پاکستان بالاتر از دوستی توقع داره <applause> به نوی یک نوع ایستار موهوم است که در زین ما شکل گرفته با با حفظ احترام به جناب قیاسی چون چیزی است که در سطح نخبگان در کلگی تقریبا شایع است ما پیشتر هم عرض کردم خدمت در, در سطح در سطح عوام ما اول بیم امیر عملیاتی بسازیم امیر مسئله را که در چی موارد و در چی سطوح و تا کدام حد پاکستان چنین خاصی را داره بحث کنفدریشن پاکستان افغانستان که مطرح شد خب یک طرح بود اگر پاکستان افغانستان یک کشور باشه خب اسلام هم حکم میکنه کل جهان اسلام باید یک کشور باشه خب چی بهتر ما قدرت ملی ما بیشتر می باشه تا که کمتر باشه خب جغرافیا ما میشه جمعیت ما بیشتر میشه اما تفکیک هایی که فعلا در سطح نظام بین وجود داره و کشورها بر اساس تفکیک ها مثلا قومیت زبان حتی دین فرهنگ وضعیت جغرافیایی شکل میگیره اینا مانع اتحاد میشه در بین ما اما چیز بدی نیست که اگر باشه مثال میگه مثلا اروپایی ها متحد هستن خب بهتر شده وضعیتشان تایی که بدتر شده اگر ما مثلا بهتر متحد باشیم تمام جهان اسلام خب این برای ما خوبتر است تقریبا قدرت چون از این در سطح دنیا با مثلا کفار افزایش میده با کشورهای دیگه افزایش میده اما عملی بودنش بس او بس عملی بودنش مرز کردم خدمتان با عقیده ما ما باز هم ما تاکید میکنیم که در یک استار یا در یک برداشت در یک نو جامعه پذیری تاریخی که ما واقع شدیم نسبت به پاکستان در اشتباه به سر میبریم ببینید یعنی دیدگاه اشتباه است که فراتر از روابط دوستانه تقاضا ببینید این دیدگاه اشتباه نیست اما دیدگاه عملیاتی نشده تعریف عملیاتی برای دیدگاه ما نداریم صرفا در حد یک گفته هست یک گفته ای که بدون بدون به سلام مؤلفه های مشخص بدون شاخص های مشخص و بدون تعریف مشخص از این وضعیت باشه وقتی که رهبران افغانستان میان میگن که پاکستان توقع بالاتر از داره و ما این توقع را نمی پذیریم خب برای مردم نمیگن که توقع چی هست صرفا میاین مردم چی میکنن اغفال میکنن یا نوع دیدگاه کلی مردم در اختیار خودشان میگیرن چون مردم ما از لحاظ سطح شور سیاسی یا مداخله سیاسی یا مشارکت سیاسی هر خیلی پایین است ما این های تاریخی در افغانستان وجود داشته که هم بر بر, بر ساختارهای سیاسی داخلی ما تاثیر منفی داشته و هم بر این ساختارهای سیاسی داخلی که تاثیر منفی داشته و ضعیف بوده و این در بیرون هم توارث پیدا کرده که ما حالا سیاست خارجی ناموفق داریم و به قول جناب وسی تقریبا کنیشی از تا واکنشی یک چیزی یک کسی میگه و بعد ما میایم دوباره چند وقت بعد یک اقدامی میکنیم که بعدش میبینیم که از ما واکنشی البته بله واکنشی منظور واکنشی اگر چیز دیگه گفته باشم آه. منظور وا... سیاست بس. واکنشی است بس مشکل کلانی که تقریبا یک مشکل کاملا موهوم است یک مشکل عملی نیست یک مشکل که بر زندگی واقعی مردم ما تاثیر منفی خب گذاشته باشه این خب مسئله عملیاتی همین که مسئله... حالا پاکستان واقعا عمق استراتژیش چنین نیست و فراتر از دوستی از ما تقاضا نداره چی است فکر میکنین اگر ما دیورند را به رسمیت بشناسیم دیگه مشکل با پاکستان حل است ببینید... یا با این فاصله بیدید. ببینید بس ما بس موردی دیورند و نمی‌فهمم که مسئله کم کم ساختن روابط با هندستان است این این مسا... نیست مسائل در سطح بسیار کلی این مسائل وجود داره اینا جزیات از این مسئله است اینا پایه های از این مسائل است که ما تقریبا زیر از چتر استاد کردیم و او را نگاه داشته درست. و الا این پایه ها اصلا چیزای واقعی نیستن ببینید مس... مسئله مسئله را که شما گفتین ما به مو بیایم وقتی که ما بارها با پاکستان منازعه مرزی داریم و سربازان ما کشته میشه از یک طرف از کشته شدن این سربازا رهبران حکومت ما به اندازه به بسیار زیاد بندند به اندازه نفع میبرند که اگر امی سربازا زنده می بودن و از این خط حفاظت میکردن نفع نمی بردن به عنوان مثال مثال وقتی که سرباز ما کشته میشه مثلا یک مقام بسیار بلند رتبه یا فعلا در حکومت یا خارج از حکومت میآید و میگه که اینا برای دفاع از خاک ما کشته شدند به نوعی تحریک میکنه احساسات مردم احساساتی که اصلا این احساسات درجه بندی نشده <applause> ما احساسات در, در, در بحث ترخم داشتیم که و, دا و بعد, و بعد میاد بس. اینا از این استفاده <تصفح> میکنن <تصفح> <تصفح> یعنی ما یک مثال در خدمتان از بکنم زمانی که ما وقتی میم از این مسائل استفاده میکنیم و بنابی مشکلات خودمان را سرپوش میگذاریم <applause> را که در داخل ما مشکل داریم که جناب به او اشاره کردن مشکلات در اون ساختاری ما این را تقریبا این می فرا میفگنین به یک مشکل کلان دیگری که اصلا ربطی به این مشکلات داخلی ما نداره مثلا پاکستان خب ما میگیم اگر پاکستان در کنار افغانستان و افغانستان یک کشور کاملا سلحامیز می بود و اصلا ما در رفاه بسیار زیاد و سر می بردیم هیچ مشکلی نمیداشتیم. مشکلاتی را که ما در داخل خودمون ایجاد کردیم خودمون با او دست و گریبان هستیم و رای حلش هم توسط خودمون با اطراح شوه اینا رو میبریم یکسره سره به جای دیگری که اصلا اون معلوم نیست کجا هست خب این مشکل من... مرزی دیورند ما، من میخوام این جنبندی بکنیم با بدیدگاه شما بریم حالا شما فرمودید در اول بحثم که افغانستان و افغانستانیا خودشان خودشون را مستقل و یک کشور مستقل قلمداد میکنن و دوست ندارن که آسیب پذیر باشن از نشانی کشور مثل پاکستان ولی این استقلال ما واقعا استقلال جغرافیایی دارم با توجه به اینکه رهبرانی که, که چی در درون دولت حتی چی در بیرون دولت هر از گاهی بیرق دیورند خواهی را بلند میکنند و میگن که ما دیورند را به رسمیت نمیشناسیم یعنی واقعا از دیورند فراتر هم هنوز مربوط ما میشه پس این استقلال چگونه میشه تعریفش کرد واقعا استقلال جغرافیایی هم داریم سرزنی... سرزمین ما چقدر است اینجا ببینید آنچه که فعلا افغانستان کلیت افغانستان تشکیل میده یعنی تقریبا 650 کیلومتر مربع کم و بیش افغانستان همه چیزی که هست فعلا هست این در مجامع بین در سطح کشورها در سطح سازمان ها و در سطح داخلی خود افغانستان چیز پذیر، پذیرفته شده است برای درون و بیرون نظام رد ببینید این ای 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 چیزی است که وجود داره این همه پذیرفتند اتحاد شوروی را اشاره کرد جناب قیاسی حتی اتحاد شوروی نامد یک کلمه بگه که ما 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 دیورند به رسمیت نمیشناسیم حتی هنده که امروز هم هست شما باور بکنید که اگر پاکستان بالای هند حمله هسته‌ای اون بکنه باز هم هندستان نمیاد که ما دیورند به رسمیت نمیشناسیم نمیگه افغانستان هم چیزی که است پاکستان هم چیزی که است ما وقتی که میم از این مسائل استفاده میکنیم از مسائلی که اصلا از اونا چیزای متروکی هستن چیزای متعلق به تاریخ هستن متعلق به گذشته هستن ما نمیتونیم گذشته رو دوباره بر بگردانیم که بتونیم باسازی بکنیم این باسازی گذشته در چه زمان صورت میگیره که ما امکانات تبدیل باسازی را داشته باشیم ببینید این امکانات امروزه قدرت ملی کشورها را که شاخص بندی بکنیم اولش قدرت نظامی است اونجوری که منطق ریالیسم هم حکم میکنه هر کشوری که تعداد نیروهای نظامی زیاد هست و ادوات نظامی سازوبرگای نظامی مهلک مولکی در اختیار داره تا حد سلای هستی این میتونه قدرت چانزنی داشته باشه و و با فکر توسعه جغرافی خود تا باشه یعنی هنوز دل دل مدار است ببینید منطق روابط بین منطق غالبش همین چیزا حکم میکنه بعضی دیگه قدرت اقتصادی است ما قدرت اقتصادی باید بسیار بالای داشته باشیم که از طریق قدرت اقتصادی ما بتونیم کشورها را وادار به تمکین بسازیم در راستای منافع خودمان مثلا که ایالات متحده داره ایالات <محن> متحده مثلا فکر کنید سازمان مالی پولی بسیار کلان بین المللی سازمان جهانی صندوق پول در اختیار داره یک کشوری را میخواید که شما این سیاست روی دست بگیرید اینقدر وام برای شما مته او کشور مجبور است چنین کار را انجام بده چون این قدرت داره حالا در سطح کوچکتر شما چنین قدرت را نداریم بعض دیگه بر میگرده به جمعیت یک سرزمین جمعیت یک سرزمین تا چه حد این جمعیت وابسته هستند تا چه این جمعیت در یک تقریبا پаیوаستаги مشаخаص به سр میبрнд یا در یک انسجام به سр مеبрн چهқаدар توانست ا به نان یک мلت تабоرض بکуنн کи اи мلت به یک نیرو در خارج عمل بکنه و و به نفع خودش در زمین های بیشتر را به اصطلاح تصاحب بکنه این ما در تمام این سوتو و حتی حتی استوره مردم و ما و رهبران و ما مشخص نیست در مورد یک پدیده خاصی خب شما از این در... در... چالش ها و مشکلات خلای های خودمان سبب شده که پاکستان در قبال ما مثلا چنین روی کرد داشته ببنید. باشه پاکستان هر روی داره رو میتونه داشته باشه اگر ما چنین خلای های ظفر نداشته باشیم پاکستان بالاخره روی کرد خود داره بس ما است که وقتی ما میایم یک مسئله کلان را مطرح میشه. مثلا دیورند خواهی میکنیم mm -hmm. ما هم دوست دارم که افغانستان 650 هزار کیلومتر نه بلکه یک میلیون و 500 هزار کیلومتر باشه ما از اینجا بشینیم د موتر بروم بندر مثلا کراچی یک کشتی بشینیم برم مثلا دبی یا جای دیگری آرزوهای هر کسی هست ما, ما هم خوش داریم شما هم خوش دارین همه خوش داریم اما ببینید این ای در امکانات ما از در هیته امکانات ما میگنجا آیا به ما هست که ما بیم در در امکانات یک فعلا در اختیار داریم چنین مسائل را مطرح بکنیم و بعد بیم و بعد بیم هر از گاه دو چهار مشکل بسازیم همسایه خود ما را که خیلی غالب خیلی قویتر و خیلی در در واقع نیروهای منطقی و جهانی از این از نسبت به ما برای که حرف خود به کرسی بشونه از است که ما به جز از که خو شکست خود را هی تجربه بکنیم و خود ما را تقریبا از معادلات اصلی قدرت در سطح منطقه کنار بزنیم چیز دیگه را, هی را تشکر آقای قیاسی همین یک اختلاف کوچک البته اختلاف هم نه تفاوت دیدگاه هست امه. که حالا شما میگید که پاکستان فراتر از دوستی روابط با افغانستان میخواد و حتی فراتر از این که دو دولت با هم رابطه داشته باشند آقای سالنگی این را عملیاتی نمیدانه البته موهوم قلمداد تعریفش میکنه بله ما جهت مزید معلومات سالنگی باید بگوییم که این موهوم نیست این بسیار به روشنی بیان شد وقتی که زمان ریاست جمهوری جنرال ضیاء الحق یک طرح بسیار روشنه که بیشتر یکی از اشاره کردم کنفدریشن افغانستان پاکستان بود اونا بسیار روشنی در منطقه یک سیاستی را مطرح ساختن و حالا فرصت زیادی لازم داره که رو واقعی کنیم اما دو تا یکیش پیشتر گفتم مسئله دیگه بخش نظامی بود که ها این فکر بودن که بعد از شکست اتحاد شوروی خارج کردن اساکر شوروی از افغانستان پاکستان به عنوان یک جاندارم در منطقه برای ایجاد سرزمین آزادی سرزمین های اسلامی کار کنه و فعال باشه و تا نوع خلافت اسلامی را در سرزمین های اسلامی به مشام می رسید از ترجان این ای خودش یک معلفه بود دو وقت برای از این مسئله و بعدش این مسئله با مخالفت از جمله عامر صاحب شهید مواجه شد در مو وقت جهاد پشت بعد, بعد از مثلا ما پیشتر اشاره کردم که ما ساختار به دولت اسلامی را داریم خوبترین فرصت برای پاکستانیا ای بود که با دولت مردانه که دولت اسلامی را یا انقلاب اسلامی را پیروز ساخته بودند که نزدیکترین روابط با پاکستان در او وقت با سیاست مدارای پاکستان شناخت زیاد داشتن اگر رابطی را به معنی منفیش بار منفی ندیم این حضور داشتن و شناخت داشتن و اینا همه گی را میتونستن اعتماد بکنن اگر بحث اعتماد و بالاتر از یک دولت نمیخواستن و خوب ترین فرصت زمان دولت اسلامی به رهبری پروفسور ربانی بود در وقت که مجاهدین در واقع در, در تشکیل از حکومت نقش داشتن مجاهدینی که در پاکستان می شناختن زندگی میکردن هیچ وقت با نگاه منفی نسبت در, در ابتدا به ساکن کار این نگاه منفی نسبت به پاکستان نبس. و روابط پاکستان وجود نداشت اما طرفدار دوستی با پاکستان بودم اما دم از یک رابطه بسیار بسیار نزدیک میزدند اما حتی حتی شهید مسعود بله. و استاد ربانی که در وقت در رأس ریاست دولت و وزارت دفاع قرار داشت اما پاکستان اما اما پا... چرا پاکستان پس بناهن چیزی بالاتر از یک دو تا کشور با دو مثلا از حقوق برخوردار از حقوق مساوی و متعادل میخواستن می یک حکومت تحت المایه تقریبا آه. یک حکومتی که میتونه سیاست خارجیش به مشوره پاکستان روش ترایی شود و دوباره برمیگردیم یک درنگ میکنم آقای سالنگی این استدلال قابل قبول شما هست ببینید ما به این موارد کار ندارم که کی در زمان چی برداشت نسبت به پاکستان داشت بس ما است که افغانستان به عنوان یک کشور که در این نظام های متعدد آمده تجربه شده این نظام های متعدد همگی نوع دشمنی با پاکستان هم همواره سر لوحه اقدامات خود قرار داده بودند از زمان شاهی اگر شما قلم داد بکنید که جرقه دشمنی یا ستیزی یا ستیزش با پاکستان زده شد و تا به امروزی که ما شما صحبت میکنیم هیچ نظامی در افغانستان در دولت اسلامی یا در فرآیند تاریخ معاصر ما نمونه هایی داشتیم که با پاکستان دست دوستی دادیم و ببیره. واقعا فشردیم ما ما, اونا... ما بس نمیخوام اینجا مطرح بکنم اما پاکستان به عنوان کشوری که کمک کرد افغانستان که به آزادی برسه درست است مجاهدین کمک کرد و همه مجاهدین تقریبا 99 درصد مجاهدین منابعشان از طریق پاکستان میواد و در پاکستان پایگاه داشتن بود همگی اونجا به سر می‌بردن پاکستانی کمک برای مجاهدین انجام داد کشورشان را آزاد بکنند که به با بقیده این از 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 این که پاکستان غروری برای داشتن این رابطه فراتر را داشته باشه ببینید با نه به عنوان یک فرد یک باشنده از این مملکت به عنوان یک کسی که فکر کنید مثلا علم رابط ملل حکم میکنه من چین چیزی را برویم در اونجا کار اشتباه بود چون قدرت ملی که افغانستان در گذشته داشت او را تضعیف کرد وقتی که ادبای از افغانستان میرن در یک کشور بیگانه لانه میگیرن و علیه هزی اقدامات انجام میتن و این ای کشور خودشان را تذیف میکنه خب پس شما از کشور ب چی توقع دارین که در صورت که آمدن از این ای, از ای را که در این کشور بودن دوباره در کشور الف خب طبیعی که توقعی از او است که این کشور باید متیتر باشه گوی به فرمانتر باشه و, 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 اجازه بتین و سیاست خارجی خودش در مشوره با ای استوار بکنه حتی در کنفرانس های بین مثلا کنفرانس یک منجر به اخراج شوروی از افغانستان شد نمایندگان از از, از جبهه مخالف دولت, دولت من من خود خود سبب شده که چنین دیدگاه و در پاکستانیا بزاید دقیقاً وقتی که ما میایم قدرت ملی خودمون رو تضعیف میکنیم و بعد دوباره بست. توقع داریم که کشور الف رفتارش معطوف به خواسته ما باشه خب ای در من انتق روابط ملل چیز اشتباهی از پذیرفتنی نیست شکلو. نه به عنوان یک شهروند که مثلا ما بخویم احساسات خود در این مساله داخل بسازیم خیلی سپاس آقای قیاسی خب میگذریم از این بحث و به حالا یک بررسی داشته باشید با توجه به این که بریتانیا خوب در پیشینه روابط پاکستان و افغانستان با توجه به روابط خود بریتانیا با پاکستان با پیشینه تاریخیش میشه تأثیر گزارش را بر پاکستان و حتی بر افغانستان انکار نکرد و حالا آمد در چند باری که در چند سال گذشته هم تلاش کردن که روابط پاکستان و افغانستان را از نگاه خودشان بازنگری بکنند حالا دوباره اقدام کرده و بریتانیا با خیلی اعتماد به نفس وارد میدان شده و سفیر بریتانیا رفته با چند تن از مقام های بلندپایی پاکستان دیدار کرده و بعدا هم گفته که نتایج سمر به نظر میرسه و خوشبینی ایجاد شده تو سفیر افغانستان که شاید بتونه رابط را مسیر رو به بهبودی بده شما فکر میکنید چون این چشمانداز میشه داشت از کارکرد بریتانیا در این میدان که ما بتانیم نکات مثبتی در رابطه را با پاکستان سراغ بکنیم ببینین اگر واقعا در طی 15 سال گذشته یا برای دیگر 16 سال گذشته از حضور معنادار جامعه بین المللی از جمله بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. ما در راستای عادی سازی روابط ما و حل مناسبات تاریخی ما با پاکستان استفاده میکنیم. سودمند از آب ما هم یک نگاهی به مثلا نداشتیم متاسفانه به این نیست که وضعیت امروز یا کشمکش های جاری تنشها ها منازعاتی را که در طول روابط دو جانبی ما, ما با پاکستان داریم تا هفتاد چند سال گذشته اینا مولود سیاست های غلط یا استعماری بریتانی کبیر است به این شک نیست درست است که در دو مرحله ما میبینیم در این منطقه و حتی خدکشی های سیاسی جغرافیایی را که شما در این منطقه میبینین همه گی نفاق برانگیز است همه گی چالش برانگیز است بین ملت ها در این شک نیست که بین اکثریت پشتونا او طرف خط دیورند باقی ماندن درست است؟ و ای در دو مرحله اجرا شد مایده گندمک شما میبینین و مایده دیورند شما میبینین این مایده ها از طرف خصوصا س... مایده دوم که دیورند است این ای مایده سه گذاشت و رسمیت داده شد از طرف, از طرف حکومت برتاد... دولت برتانیا درست و این در که در وقت... وقت بیرون میشه تمام اختیارات خود تمام اون وظایفی را که در منطقه پیش می برد واگذار کرد به پاکستان و حکومت دومینیونی پاکستان به وجود آوردنده ای اه اه تاریخ گواه است و مسئله پس ریشه خیلی از دردهای ما با پاکستان برمیگرده به سرچشمه که زیر پای انگلیس است و حالا مهم با این چشمانداز به اصطلاح به این نگاه گذرا به مسئله تاریخی من به با این باور هستم که اگر واقعا اینا خواسته باشند <applause> و افغانستان به این درجه از اهمیت برشان رسیده باشه که مهم است در مناسبات بین المللی در روابط و تعاملات که جهان امروز به ایس یک خانواده به ایس یک دهکده نسبت به همدیگه متاثر میشن و مزایا و مزایره رو به اصطلاح از هم میبینن و این ای نگاه و این روی یک روی کرده ما خوشبینانه میخوایم ببینیم به این مسئله اگر واقعا اینا ما هم بتانیم به یک دولت با مشکلات داخلی ما نقطه پایان بدیم با عنوان یک قدرت در تعاملات بین المللی همونطوری که آقای سالنگی اشاره کردن که بسیار مهم است که به برابر ما مردم تمکین کنه که او ها را باید وجود بیاریم در نظام ما اما خیلی کوتاه. حالا بیت کمی پاسخ بدید این پرسش خودتان را که میشه این امیدوار بود که به افغانستان به اون سطح از ارزش پیش بریتانیا در مقایسه با پاکستان رسیده باشه که حالا ایجاب بکنه که با یک انگیزه واقعی برای بهبود صلح و ثبات در افغانستان آمدن رفاه در افغانستان کار ما به لحاظ ساختار و حکومتی نخیر ما هنوز جاذبه های را ایجاد کرده نتانستیم از خود ما که در نظام بین الملل به عنوان یک کشور دارای یک نظام تعریف شده و قابل تعریف و با که سر و ته کار ما به اصطلاح عوام معلوم باشه هنوز عرض اندام نکردیم درست و ای از یک نگاه اما به عنوان یک نقطه به عنوان یک محل یک جای استراتژیک ببینید به عنوان یک منطقه بلاز جو جیو استراتژیک به اصطلاح افغانستان حکم میکنه که ای بر ما کمک میکنه خیلی از وقتا ای سیاست های داخلی کشور دولت مردان افغانستان نبوده که دنیا متوجه افغانستان شدن این همون موقعیت جیو استراتیجیک افغانستان است یا جیو, جیو افغانستان است که وضعیت دیگر قبول می سازه. یک فرصت, را، یک فرصت تلایی را برای ما دست می متاسفانه ها سیاست های غلط را که سیاست مداران ما دولت مردان ما در طول تاریخ استفاده کردن این فرصت ها برقاس ها از دست ما میره و وضعیت افغانستان به ما که سالها بوده شما ببینین خوشبینی که شما در اک... نسبی است یا قطعی ما این خوش... ای خوشبینی من نسبی است یعنی و, و به اصطلاح او وابستگی های خود داره یعنی او نکات جایی را به او متغیرای را دی ای... میبینم که اگر ما یاره درست چیدمان سیاست و قدرت درست انجام بدیم ما یقین دارم که ما میتونیم از این فرصت ها استفاده کنیم و دولت بریتانیا را که بنیانگذار و اصطلاح یا نتیجه سیاست های استعماری زمان استعمار کهن است که حالا شاید دولت های موجود چندان ربط و به این به اون سیاست ها نداشته باشند با توجه به نگاه نو قدرت در, در, سطح جهان مسئله را ببینن و واقعا بیان راه های حل را برازی پیدا بکنن و ما هم بپذیریم و واقعا اجازه بتیم که بین ما بتن بتیم که بین ما میانجگری بکنن سپاس آقای سالنگی با به جایگاه افغانستان و پاکستان در اولویت بندی سیاست خارجی بریتانیا از گذشتش حالا میگذاریم چون وقت برنامه کم است فکر میکنید که انگیزه وارد میدان شدن بریتانیا برای بهبود روابط پاکستان و افغانستان چیست؟ آیا پس برمیگرده به زیر پای خود پاکستانیا که ترخ ریزی کرده باشند به خاطر منافع خودشان یا واقعا انگلیس حالا با اراده واقعی میخواه که فضا را مدیریت بکنه و کلید ابتکار را دست بگیره؟ اول اینه که ببینیم تا چه اندازه انگلستان یا بریتانیا فیلی توانایی ای کار داره. آها. به عقیده ما توانایی بریتانیا برای از اینکه بتونه این مشکلات بین افغانستان و پاکستان حل بکنه خیلی کم است حتی خیلی کم چه که حتی صفر است در حد یک دید و دید و یک گفتشونود به اصطلاح بدون عمل میمانه کشورهای خیلی قدرتمند وجود دارند در افغانستان فعال هستند و میخواهند که چنین مشکلی را حل بکنند اینا چنین کار کرده نمیتونند واقعا خواستن کشور ای مثلا امریکا خواسته امریکا میخواهد که افغانستان و پاکستان مشکل مریضشون را حل بکنند حتی عربستان سعودی که به مراتب بیشتر از بریتانیا و بالای هر دو تا کشور تاثیر داره در حال حاضر چنین خواستی را داره حتی هندستان چنین خواستی را داره ایران چنین خواستی را داره و اینا بارها کوشش کردن از راه مختلف غیر مستقیم وارد شوند وارد میدان شوند که مشکل این مشکلات برطرف شود چنین کاری انجام نشده من یک چیز دیگه هم خدمت عرض بکنم که بریتانیا امروزه در منطقه ما منافع حیاتی نداره که بخواد بر اساس او منافع حیاتی بیاید مثلا اینجا نقش آفرینی بکنه و, 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 منافع حیاتی از کشور در صورت تامین شود که مشکلات بین افغانستان و پاکستان حل شود چین مسئله وجود نداره حتی دوست نداره می... که بخواه ابتکار دیگرگونی ها در منطقه ما دست داشته باشه در روابط بین چند چیز منتفی است اخلاق منتفی است احساسات منتفی است، گرایشات دینی، مذهبی، قومی منتفی است آنچه که به عنوان کوره را برای کشورها وجود داره منافع, منافع ملی شان است برای بریتانیایی که خیلی منافع مهور است و همگی اون را شیطان هم میگفتند این بیشتر صد می تا زمانی که بریتانیا درک نکنه که تا چه اندازه سود برایش میرسد از این منطقه این سود البته سود اقتصادی است که خیلی کم است، ناچیز است سود به اصطلاح پرستیجی هست برای بریتانیا که تا حدودی هم وجود نداره چون نقش بریتانیا در جنوب آسیا تقریبا کم رنگ است بریتانیا امروزه به او اندازه قدرت نداره قدرت مانور نداره که بیا در یک منطقه فضا را برای خودش مساعد بسازه و نقش آفرینی بکنه و کشورها را دور مسئله توحید بکنه که خودش میخواد. هیچ جا... این توانایی و فرصت را بریتانیا نداره ما به عنوان یک چی میگنش یک مسئله بسیار زود گذره که فکر کنین در ذهن یکی از پایین رتبه مقامات بریتانی شکل گرفته که بیاید چین مسئله را مطرح بکنه و مطرح کرده و شما در فردای از این مسئله چیزی که به صورت عملی فایده داشته باشه برای افغانستان و پاکستان در روابطشان و نزدیک به کشورها را مشاهده نخواهد کردین اما میخوام پاسخ مرکشانتر بگیرم چون آخر بحث است با خودت اینکه نمیتواند توانایش تحت صفر است حتی گونه که شما تحلیل کردید و حتی اینکه منافیش هم ایجاب نمیکنه پس چرا؟ چی چیزی سبب میشه که بریتانیا حتی پایین ترین رد بهترین دیپلوماتش هم که باشه چون این مسئله ای را رو روی دست میگیره؟ ببینید معمولا قدرت ها و کشورهایی که میخوان در سطح نظام بینال مطرح باشند خب. به با عنوان بازیگر اصلی به با عنوان بازیگری که دخیل هست در روند های باید چنین مسائل رو دست بگیرند ساده ترین و ارزان ترین و در این حال در, در, انظار بودن بیشتر مسائل امیر بحث چانه ها نقش ها و دخیل بودن دیپلماتیک است بریتانیا امروز هیچ با دیدار ترزامی با آقای ترامپ و چیزایی که اونا گفتن به که ترزامی در مصاحبهش با یکی از رسانه ها گفته که به جنگ افغانستان تلاش میکنن که اونا نقش آفرینی بکنن تا پایان پیدا بکنند. هیچ پیوندی با اون داره ببینید پیوند امکان داره داشته باشه اما تاثیر خوبی نداره یعنی ما ما, ما, باشه. ما دنبال تاثیر هستیم به نظر ما چون معالفه های بحران ما بیشتر داخلی است بیشتر درونی است ما بیم استارهای سیاستمداران نخبگان مردم عوام اول تغییر بکنیم فیلتر بکنیم اینا رو پیرایش بکنیم و بعد بیایم قدرت ملی خود ما را سنجش بکنیم و مطابق به او قدرت ملی به صورت عملی گام به گام پیش بریم تا این مشکلات حل شود هیچ جایی نمیتونه سفارش یک کسی به یک کسی دیگری و یا گفتن یک کسی که ما این مشکل را حل بکنیم مشکل ما را حل بکنه درست است که مشکل ما را برجسته می سازه اما در راستای حل از این مشکل تاثیر آنچنانی نمیتونه داشته باشه تشکر آقای در 30 یک شما بکنید سی ثانیه بسیار کم است یک <تصفح> به هر حال ما با دیدگاه آقای چیز و زیاد مخالف هستم این مسائل میتونه دو سویه باشه از یک طرف شما یک کشور حتما یک مسئله را پیش خودش سنجیده یک مسئله را مطرح میکنه ناسنجیده گام بر دارن و ولو اگر ای به شکل حضور دیپلماتیک یک کشور نشان بده نسبت به قضایه بین المللی از جمله مسئله افغانستان این برمیگرده به ما که چقدر به این مسئله اهمیت میتیم و پای کشورهایی که به یک شکل بلاز تاریخی به این بحران به این منازعه رب دارن بکشانیم برای حل از این مسئله و از طرف دیگه و پیشتر اشاره کردم که در 15 سال گذشته کاش می همچون یک فرایندی می داشتیم <applause> که ما در عین حال که با اینا روابط دو, جان... خود داشتیم می آوردیم اینا رو روی این موزل بزرگ ما صادقانه راهکار ایجاد میکردیم از اینا میخواستیم که به این مسئله نقطه پایان بتن و ما نوع نگاه پاکستان نسبت به افغانستان و همین تو از خود ما را نسبت به پاکستان تغییر بدیم اینه ما پیشتر گفتم دو سویه ایست که ما وقتی که این مسئله را ایجاد بکنیم خود به خود افکار عمومی تغییر میکنه و ما به برنامه های سیاسی را که در داریم شما میتونم اما خوشبینی تانه با تکیه داشته باشم من با مشروط از خوشبینی ما اگر ما این بحث های دیگر را داشته باشیم و حالا یک کسی گام گام داره باید هم پاکستان استنیت نیت نشان بده در این مسئله و به این نتیجه رسیده باشه که به با بنبست رسیده دیگه نمیتونه چرا سیاستی را که امروز هم پاکستان با پیش گرفته این هم سیاستی نیست که در سطح دنیا امو جایگاه پاکستان تشکر. تقویت کرده باشه بلکه جایگاه پاکستان پاکستان عمومی ملت پاکستان تا به عنوان یک ملتی که طرف از پشتیبانی میکنه بسیار تقلیل داده سپاس. و حتی پاسپورت پاکستان امروز مورد شک و تردید است در دنیا خیلی سپاس از شما توریاله قیاسی آگاه سیاسی و عبدالشکور سالنگی آگاه رابط بین الملل از حضورتان در این میز و سپاس امتنان بیکران هم از شما برای پایشتان پای این پرسشنی داخر خط تا درود و دیدار دگر سربلند باشید すいません。<music>